wybrało. Lionel Messi. A więc Lionel Messi. یه مراسم توپ طلای دیگه هم برگزار شد و همینطور که انتظار میرفت لیونل مسی برای بار هفتم این جایزه رو گرفت و الان داره حسابی حال میکنه. اما خب مراسم امسال پر از حاشیه هم بود و بعد از اون یه عالمه آدم در موردش صحبت میکردن. مثلا اینکه رونالدو توی این مراسم نبود و تازه در مورد فرانس فوتبال هم حسابی شاکی بود. توی این ویدیو هم میخوایم حاشیه های توپ طلای امسال رو با هم دیگه بررسی کنیم. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب به چنل و صد البته فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش هاب رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. اولین شاکی فرانس فوتبال بعد از مراسم توپ طلا کریستیانو رونالدو بود و ادیتور فرانس فوتبال رو به دروغگویی متهم کرد. رونالدو گفته پاسکال فره ادعا کرده که من گفتم تنها هدف من اینه که دوران فوتبالیم رو با توپ طلاهای بیشتری از لیونل مسی تموم کنم. او دروغ گفته، او از اسم من استفاده کرد تا خودش و نشریه‌ای که براش کار میکنه رو مطرح کنه. تازه رونالدو به همینجا قانع نشد و توی پیام طولانیش گفته که پاسکال فره نه تنها در مورد هدف رونالدو دروغ گفته بلکه در مورد دلیل غیبتش در مراسم توپ طلا هم خالی بسته. رونالدو گفته او دوباره در مورد دلیل نبود من در مراسم توپ طلا دروغ گفته و دلیل اون رو قرنطینه ای اعلام کرده که هیچ دلیلی نداره وجود داشته باشه. به نظر رونالدو پاسکال فره او رو یک فرد خودخواه توصیف کرده که فقط به فکر خودشه. اما خب رونالدو عنوان کرده که همیشه میخواد به خاطر روح ورزشکاری به برنده ها تبریک بگه. او در جایی از متن خودش گفته من در مقابل هیچ کس برنده نمیشم. بزرگترین هدف دوران فوتبالیم اینه که عنوانهای ملی و بین المللی رو برای باشگاهایی که براشون بازی میکنم و تیم ملیم ببرم. بزرگترین هدف من اینه که اسمم رو با طلا در تاریخ فوتبال جهان بنویسن. حاشیه دیگه ای که خیلی بعد از مراسم توپ طلای امسال راجبش صحبت میکنن رنکینگ ها هستن. رونالدو در این رده بندی ششم شد. یک رده بالاتر از او در جایگاه پنجم کانته هست که 186 امتیاز گرفته. نفر چهارم بنزما هست که 239 امتیاز گرفته. سوم هم جورجینیو بود که 460 امتیاز گرفته. نفر دوم رابرت لواندوفسکی با 580 امتیاز و لیونل مسی با 613 امتیاز در جایگاه اوله. این رده بندی حسابی سر و صدا به پا کرده و بعضی ها اصلاً با اون موافق نیستن. مثلا تونی کروس در فضای مجازی به طرفداری از بنزما گفته تبریک به لیونل مسی، اما خب انتخاب من کریم بنزما هست. خود بنزما بعد از مراسم توپ طلا گفته ممنون از همه که من رو حمایت کردن، من برای شما فوتبال بازی میکنم و نمایش باید ادامه پیدا کنه. اما خب همه مثل بنزما و کروس مؤدب نبودن. مثلا احمد هنی دوست بنزما که به خاطر عصبانیت به خاطر برنده نشدن بنزما زد و تلویزیونش رو شکست. نظر شما چیه و به نظرتون در حق بنزما ظلم شده یا نه؟ یه نفر دیگه که توی این رده بندی خیلی در مورد ظلم شدن بهش صحبت میشه ادوارد مندی دروازه‌بان چلسیه. او توی 30 نفر اول جهان نبود و این قضیه واکنش‌های زیادی رو در پی داشت و اینکه دوناروما جایزه بهترین دروازه‌بان رو برد خیلی‌ها رو شاکی کرده. حبیب بی فوتبالیست سابق سنگالی گفته تعداد کلینشیت‌هایی که مندی داره بیشتر از دوناروما هست. 20 کلینشیت در 54 مسابقه برای بازیکن ایتالیایی در مقابل 28 کلینشیت در 50 مسابقه برای بازیکن سنگالی. ما به یک بازیکن برای یک ماه مسابقات و یک فصل در میلان جایزه دادیم که بد نبودن، اما من فکر میکنم که مندی کلن فصل بهتری رو با چلسی داشته. خیلی از افراد دیگه هم در حمایت از مندی پست گذاشتن و توییت کردن و در کل به این عقیدن که این جایزه از او دزدیده شده. یک فرد دیگه هم که توی اینترنت در موردش صحبت میکنن و جاش توی 30 نفر اول نیست مارکینیوس هست و خیلی ها میگن که جاش باید توی این رده بندی میبوده.
فردی هم که خیلی ها در مراسم توپ طلای امسال دلشون به حال او سوخت رابرت لواندوفسکیه. خیلی ها به این عقیدن که توپ طلای پارسال که به خاطر پاندمی برگزار نشد 100% باید به لواندوفسکی میرسید. حتی خود مسی هم توی سخنرانی بعد از بردن توپ طلاش گفت که پارسال حق لواندوفسکی بود که این جایزه رو ببره و گفت که امیدواره فرانس فوتبال یک توپ طلا به او بدن تا توی خونش داشته باشه. خب نظر شما در مورد حاشیه‌های مراسم توپ طلای امسال چیه و به نظرتون در جایزه دادن‌ها حق به حقدار رسید یا نه؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.